در این قسمت از مستند به سراغ آتشکده‌های باستانی استان کرمان میریم. همچنین در حین بازدید از مکان‌های باستانی به بررسی باورهای کهن ایرانیان، دین‌های رایج و آشفتگی در دین و متون دینی ایرانیان باستان می‌پردازیم. جمع‌آوری و کنار هم گذاشتن این اطلاعات ارزشمند نیازمند ساعت‌ها مطالعه و تحقیقه. همچنین نیازمند صرف وقت و هزینه‌های زیاد برای تهیه فیلمه. خوشحال میشیم با به اشتراک گذاشتن این ویدیو و سابسکرایب کانال ما رو تو این زمینه حمایت کنید. سفر خودمونو با بازدید از آتشکده‌ای در منطقه ارزوییه استان کرمان آغاز میکنیم. در 4 کیلومتری روستایی به نام سلطان آباد، بنای 4 طاقی زیبای سنگی در مختصات جغرافیه زیر جلوه‌گر میشه. ۲۸ درجه و ۲۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه شمالی، 56 درجه و ۱۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه شرقی. بنای 4 طاق با مساحت حدوداً 26 متر در 30 متر می باشد. ولی با توجه به بقایای بنا، راهروهای اتصال دهنده و تأسیسات پیرامونی این 4 طاق، همچنین بقایای رودخونه‌ای که اکنون خوش شده، همه و همه نشانگر وجود آتشکده‌ای با اهمیت در روزگار کهنه. ابعاد کل محوطه 80 در 95 متر، ارتفاع طاق 4.6 متر و جنس آتشکده از سنگ و ساروجه. احتمالاً تاریخ بنا مربوط به دوران پرشکوه ساسانیه، روزگاری که سرآغاز داستان ما نیز خواهد بود. در باور عموم مردم، ایرانی‌ها پیش از یورش عرب مسلمان همه زرتشتی بودند. ولی در واقع ایران در طی قرن‌ها شاهد تغییرات و پیچیدگی‌هایی در دین خود سرزمین بوده و همچنین از دیرباز سرزمین دگراندیش‌ها و ادیان گوناگون محسوب می‌شده. در کتاب اردویرافنامه که کتابی است مربوط به سفر یک روحانی زرتشتی به جهان مردگان و بازگو کردن وقایعی که در آن دنیا از بهشت، دوزخ، برزخ و سرنوشت مردگان بیان کرده، برداشتی جز اثبات حقانیت دینی که توسط حکومت آن زمان تبلیغ می شده نمی توان داشت. در سرآغاز این کتاب که در دوران ساسانیان نوشته شده، با متنی روبرو هستیم که اظهار می‌داره دین پس از یورش الکساندر به ایران آشفته شد و متون الهی و مردم دچار پریشانی شدند. پس از اون توسط موبد موبدان کرتیر بزرگ که از موبدان اوایل دوران ساسانیان بود مجدداً جمع‌آوری و سامان گرفت. گواهی دیگر بر حقانیت دینی که کرتیر به نام زرتشتی مزدیسنا معرفی کرد، در سنگ نوشته خود
در استان فارس موجوده. کرتیر مدعی سفر به دنیای مردگان و حقانیت دینی شد که خود مجدداً جمع‌آوری کرده و دین رسمی کشور قرار داد. اما بر سر دین ایرانیان چه آمده بود؟ با استناد به تحقیقات آرتور کریستنسن و همچنین تحقیقات ارزشمند استاد ابراهیم پور داوود اوستاشناس، موبدان دوره ساسانی در ترجمه متون دینی خود و تفسیر اون بسی اشتباهات بزرگ مرتکب شده بودند و در برخی موارد معنی و تفسیر کتاب دینی خود اوستا رو به نادرست انجام داده بودند، که این موضوع با پیشرفت علم زبانشناسی، لغتشناسی و تحقیق دانشمندان و اوستاشناسان اروپایی در چند سده اخیر برطرف شد و بیشتر متن کتاب دینی زرتشتیان به درستی ترجمه و در اختیار جهانیان قرار گرفت. در اواخر دوران ساسانی با توجه به منابع موجود ما با ایزدان بسیاری مواجه هستیم. ایزدانی که کارکردهای مختلفی داشته و حتی در طول زمانهای مختلف کاربرد و اهمیت اونها دچار دگرگونی بسی عمیق شده. برای مثال ما شاهد تنزل جایگاه میترا، خداوند عهد و پیمان، خداوند باروری و جنگ و ارتقای سروش، ایزد پیامرسان و از همکاران مهم اهورامزدا خدای بزرگ در متون هستیم. از متن‌های بجا مونده از آن روزگار ما شاهد ایزدان بسیاری که از خداوندان آریایی بودند و پس از ظهور زرتشت پیامبر ایرانی کمی از اهمیت اونها کاسته شد و مجدداً پس از صده ها باز به این اهمیت سابق خیش بازگشتند. اهمیت این ایزدان را می توان در یشت ها، کهن‌ترین بخش باقی مانده از اوستا که گویا قدیمی تر از خود گاتاها، کتاب مقدس منتسب به زرتشتست، پی برد. سفر خود را به دومین چهارتاق در این منطقه ادامه میدیم. در روستایی به نام رحمت آباد، بنای چهارتاقی دیگری در مختصات جغرافیایی زیر به چشم میخوره. 28 درجه و 18 دقیقه و 44 ثانیه شمالی، 56 درجه و 27 دقیقه و 14 ثانیه شرقی. متاسفانه فواصل میان تاقها در دوران پس از اسلام با استفاده از قلوه سنگ تا ارتفاع 1.2 متری و سپس با خشت‌های پر شده. با توجه به اینکه زمین‌های کشاورزی حریم محوطه چهارتاقی را مورد تعرض قرار داده و تخریب کرده، بیان ابعاد دقیق محوطه چهارتاق ناممکن به نظر می‌رسه. اما بر اساس شواهدی که امروز از بقایای ساخت و ساز در پیرامون چهارتاقی به چشم می‌خوره، می‌تونیم ابعاد تقریبی که به شکل مثلث رو 97 در 76 در 72 متر بیان کنیم. از لایه بیرونی آتشکده در حدود 8.9 متر طول دارن و از لایه داخلی اون 6.9 متر. ارتفاع تقریبی اون 4.6 متر است. داغی‌هایی در ضلع شمال غربی و ضلع جنوب شرقی به چشم می‌خوره که به احتمال فراوان مربوط به تاق‌های راهروی پیرامونی چهارتاق هستند. در اطراف چهارتاق بقایای معماری سنگی قابل مشاهده است که نشان از وجود فضاهای دیگر داره که با چهارتاقی در ارتباط مستقیم بودند. مصالح استفاده شده برای ساخت چهارتاقی شامل سنگ‌های آهکی سفید رنگ و ملات گچ می‌باشد.
طبق نظریه باستانشناسان این آتشکده کاربردی مذهبی داشته. به داستان خود برمیگردیم. از یک کشیش مسیحی ارمنی به نام ازنیک کلبی که در سده پنجم میلادی میزیسته، رساله‌ای باقی مانده است به نام در رد کیش‌ها که در 4 بخش میباشد. بخش دوم رساله به نام در رد کیش پارسی ارزش تاریخی خاصی در بازگویی باورهای دینی ایرانیان در دوران ساسانیان داره. داستانی رو در این زمینه برای شما نقل می‌کنیم. ایرانیان باور داشتند که پیش از آن که آفرینش شود، قبل از آن که آسمان و زمین و هیچ آفریده‌ای موجود باشد، کسی بود که زروان نام داشت و آن را فر یا بخت ترجمه می‌کنند. وی مدت 1000 سال عبادت کرد و قربانی داد که فرزندی به نام اورمزد زاده شود تا زمین و آسمان و آنچه که در آنهاست بیافریند. چون 1000 سال بدین سان سپری شد، در دلش شک و تردیدی پدید آمد که آیا قربانی، عبادت و ریاضت به نتیجه خواهد رسید یا نه و من دارای فرزندی به نام اورمزد خواهم شد؟ هنگامی که این اندیشه تردیدآمیز در او می‌گذشت، اورمزد خدای نیکی و اهرمن خدای بدی را آبستن بود و وجودشان را در خود احساس می‌کرد. چون از حال توامان آگاهی یافت، با خود گفت هر یک که زودتر بیرون آید شاهی جهان را به او خواهم داد. اورمزد از این اندیشه پدر آگاهی یافت و آن را برای برادرش اهرمن فاش کرد. آنگاه اهریمن به زودی شکم پدر را شکافت و خود را در برابر پدر نمایان ساخت. زروان از او پرسید تو کیستی؟ اهریمن پاسخ داد و گفت من فرزند تو هستم. زروان گفت پسر من باید درخشنده و دارای بوی خوش باشد در حالی که تو تاریکی و بدبوی. در همین هنگام اورمزد نیز از شکم پدر بیرون آمد و خود را در برابر پدر نگاه داشت. زروان او را درخشان و خوشبو دید و دانست که پسرش اورمزد است. پس شاخه های برسمن را که در دست داشت و بدان عبادت کرده بود به او داد و گفت تا کنون من برای زادن تو یزش و قربانی می کردم. از این پس تو باید برای من قربانی و یزش کنی. سفر خود را به سمت آتشکده بعدی که در روستای علی‌آباد در مختصات جغرافیایی زیر است ادامه می دهیم. 28 درجه و 20 دقیقه و 36 ثانیه شمالی، 56 درجه و 24 دقیقه و 14 ثانیه شرقی. متاسفانه به علت طولانی بودن مسیر و بازدید 2 آتشکده پیش از این به روستای علی‌آباد دیر رسیدیم و نور مناسب برای تهیه فیلم را از دست دادیم. ابعاد کلی منطقه‌ای که آتشکده رو در بر می‌گیره در حدود 62 متر در 66 متر می‌باشد. گنبد بنا و طاق غربی آن ویران شده. پس از آواربرداری که اخیراً انجام شده، مشخص شده که پلان ساز پیچیده بوده و علاوه بر راهرو دارای الحاقات دیگری نیز بوده است. احتمالاً در ضلع شمالی و جنوبی تالارهایی وجود داشته که امروزه آثار آنها در زیر آوار مدفون گشته. به داستان برمیگردیم. صحبت از وجود خدایی به نام زروان و 2 گوهر همزاد او شد. این باور به شدت در اواخر ساسانیان رواج داشت و بعدها پس از سقوط ساسانیان ما شاهد کمرنگ شدن نام زروان در متون دینی هستیم. یکی از علتهای این موضوع را میتوان در دین جدید فاتحان عرب یافت. دینهای ابراهیمی تأکید بر تک خدایی دارند، ولی دین ایرانیان از آغاز با ثنویت و دوالیزم پیوند ناگسستنی داشت. در گاتاهای زرتشت ما به 2 گوهر همزاد برمیخوریم. این نشان دهنده باور ثنویت در تاریخ بسیار دور این سرزمین است. پس از شکست ساسانیان و سلطه مسلمانان بر ایران، به ناچار اصلاحاتی در دین ایرانیان به وجود آمد تا تضادهای فاحش در جهانبینی دینهای ایرانی با
دین فاتحان به حداقل برسه. ما در قرن‌های اولیه هجری شاهد مناظرات بسیاری از مسلمانان و زرتشتیان بر سر سنویت و الوهیت هستیم. سفر خود رو ادامه میدیم و به غرب استان کرمان به شهر بابک میریم. شهری که در دوران ساسانیان از رونق خوبی برخوردار بوده. در 30 کیلومتری شمال غرب شهر بابک و در جاده انار به شهر بابک بر بلندای تپه‌ای بقایای آتشکده آذربغ در روستای کهتوکرها به چشم می‌خوره. مختصات جغرافیایی این بنا از این قرار است. سی درجه و 22 دقیقه و 37 ثانیه شمالی، 55 درجه و 0 دقیقه و 35 ثانیه شرقی. طبق باورهای کهن و اسطوره‌ای تاریخ ساخت اون رو به دوران پادشاهان کیانی نسبت دادن. کیانیان سلسله پادشاهان اسطوره‌ای ایران بودن که در شاهنامه فردوسی از اونها داستانهای زیادی نقل شده. بنای آتشکده از سنگ می باشد و دارای پلانی متقارن بوده و ارتفاع حدود 9 متر دارد. 4 در ورودی در هر ضلع بنا دیده می شود و بالای هر درگاه پنجره کوچک تعبیه کردند. سقف آن به صورت گنبدی ساخته شده. در دوران صفویه، یعنی در قرن 18 میلادی، هنگامی که نیروهای افغان به حکومت بی‌دفاع صفوی حمله ور شدند و شهرها را بدون دفاع خاصی فتح می‌کردند، فرمانروای شهر بابک به نام میر قطب الدین حیدر دفاع خوبی از شهر انجام داد و متاسفانه در همین جنگ‌ها کشته شد و جسد اون را در این آتشکده به خاک سپردند. از این رو این بنا به آرامگاه او نیز مشهور است. برمیگردیم به داستان خود. در زایش دو گوهر همزاد، بدی یا اهرمن زودتر از نیکی و اورمزد به دنیا اومد و خواهان پادشاهی جهان شد. این باور شاید برای تسکین درد بزرگ ایرانیان به وجود آمده باشد. هنگامی که الکساندر بر ایران غالب شد و آن همه ویرانی را به بار آورد، هنگامی بود که در اساس اندیشه فلسفی ایرانیان درباره قدرت شر و اهرمن دگرگونی‌ها پیدا شد. ملاحظه می‌کردند که چگونه الکساندر که از دید ایرانیان عامل اهرمن بود، بر ایران پیروز شد، کتب مقدس و اماکن مقدس را سوزانید و
و ویران ساخت. آزادی و ملیت ایرانیان را از بین برد و به طور کلی بر خیر غلبه یافت. ایرانیان در این جنگ با شکست روبرو شدند و در آن بحبوحه نابسامانی که همچنان تا مدت‌ها ادامه داشت به جستجوی اساسی علت شکست متوجه نشدند، بلکه آن را به حساب سرنوشت و تقدیر و قهر زمان گذاشتند. سفر خود را ادامه می دهیم تا یکی دیگر از آتشکده های استان کرمان را بازدید کنیم. در 56 کیلومتری جنوب غرب کرمان و در 19 کیلومتری روستای نگار بنای چهارتاق زیبایی در مختصات زیر به چشم می خورد. ۲۹°58.45 شمالی، 56°54.55 شرقی. آتشکده نگار بیشک یکی از دست نخورده ترین آتشکده های باقی مانده در ایران می باشد. این بنا بر روی تپه‌ای قرار دارد و در نزدیکی آن برجی بر سر کوه دیده می شود که شاید گویای این موضوع باشد که در این مکان تأسیسات و ساختمان های بیشتری وجود داشته است. به جز مقداری از سقف که به مرور زمان ریخته و شکافی در یکی از دیوارهای آن به وجود آمده، مابقی بنا سالم مانده است. مصالح بنا ترکیبی است از توده سنگی با رگه‌های روی هم چیده شده. پلان بنا به شکل مستطیل و شامل بخش‌های مختلفی می‌باشد. پیش فضای ورودی، یک اتاق مستطیل شکل با ضلع بلند خود به چهارتاق چسبیده است. پلان مربع شکل خود چهارتاق با مردگرد یا غلامگرد، چهارتاق محصور شده با یک راهرو و پیرامونی، چهار ستون با مقطع مربع تا زیر پاکار تاقها و گنبد سنگی کولومبو. در پایان داستان ما در این قسمت از مستند باید بگوییم که بیگمان نهضت زروانی یکی از جلوه های فلسفی مزده یسنای زرتشتی بود که در عصر اشکانیان پیدا شد و بنیان کلام مزدایی را برپا داشت. این کوششی بود برای داخل کردن عناصر فلسفی در آیین مزدایی و راهی برای جدل های فلسفی و دینی باز کردن. اساس این فلسفه اولویت زمان و قدمت آن بود که در هیئت خدایی بزرگ جلوه یافت. هرگاه از نظرگاه منطقی خدایی لازم می بود تا وجود داشته باشد که یکتا باشد، ازلی و ابدی باشد،
هیچ نوع تجسمی را ارائه ندهد و صفات و کرداری نداشته باشد و به هر حال همه مشخصات خدایی را جمع داشته باشد تا مورد توجه و اعتقاد همگان قرار گیرد. جز زمان بیکران چه چیزی میتوانست معرفی گردد؟ از سوی دیگر به گونه ای منطقی در این چنین اساسی مسئله خیر و شر نیز حل میگشت. خیر و شر عناصری بودند که در بطن زمان بیکران متولد شدند. گاه چیرگی از این و گاه از آن است و زمان قصد مستقیمی در پیدایی هیچ یک از این دو نداشت.